سلام و درود خدمت شما عزیزان همراه با رسانه موزیکلند امیدوارم حالتون خوب باشه سلام و سلامت باشین برگشتیم با یک برنامه دیگه از سری برنامه های مصاحبه های جنجالی نظرات جنجالی در رابطه با موسیقی ببینیم توی این برنامه بچه ها چی برامون در نظر گرفتن اگر تا الان کانال یوتیوب رسانه موزیک سابسکرایب نکردی سابسکرایب کن دکمه زنگوله رو بزن یه کامنت فینگلیش هم برامون بذار به رسانه موزیک خیلی خوش اومدید لند رسانه اختصاصی موسیقی ایران خب از کلیپ اول شروع بکنیم ببینیم که توی کلیپ اول چه داریم من غیر از این که خیلی داشتم لحظه شماری می کردم. شما رو از نزدیک ببینم حضوری میخواستم دعوتتون کنم برای کنسرتم اگر این افتخار رو بدید و این سعادت نصیب من بشه و نکته مهم این که این که سلامتی کن دعا کن اون. خوب باشین ما میان و استاد جان من میخواستم یه کسب اجازه کنم از شما و این افتخار نصیبم بشه که من ایشالله اگر تشریف آوردید دوست دارم اون دوتا کار شما رو هم تقدیمتون کنم و اجازه شو موی سپید و من تو را آسان نیاوردم به دست و دوست دارم حتما به افتخار شما اجرا کنم حتما اجرا چیز عجیبی دارم میشنوم <تصح> بیایم از اول قضیه شروع بکنیم جناب آقای اکبر گلپایگانی استاد گلپا کسی که خودش از هزاران هزار فیلتر مختلف رد شده و رسیده به رادیو رسیده به جایگاه آوازخانی چجوریه که تایید میکنه یک سوالی که برای من به وجود میاد این وسط حالا آقای گلپایگانی جناب گلپا استاد گلپایگانی تا جایی که من میدونم همه ماها میدونیم اول نادر گلچین دوم جناب آقای ایرج خاجه حسین خاجه ایرج بزرگ رو به عنوان خواننده های محبوبشون و صداهای محبوبشون میشناختن از شجریان هم همیشه یکی از منتقدین جدی محمد رضا شجریان هم بودن استاد شجریان ولی چی میشه که الان سلیغتونه استاد گلپا اما چه اتفاقی میفته آیا به اون دست گل رب داره که شما تعییدیه میدید به همچین اجرایی و به همچین صدایی نمیدونم آیا در کنار اون گلها چیز دیگری منفعت دیگه ای وجود داشته باشه بنده هیچ قضاوتی نمی کنم امیدوار هم هستم که نباشه و البته امیدوارم این تنها یک تشویق ساده استاد به یک جوون باشه اما در نکته دوم و اصلی این قضیه چیزی است که برای من خیلی عجیب بود آقای مصطفی راقب که حالا میخوان کنسرت اجرا بکنن رفتن از آقای گلپایگانی اجازه میخوان که موی سپید رو اجرا بکنن به اضافه منتور رو آسان نیاوردن به دست و جالبتر از اون آقای گلپایگانی که میگه آقا برو بخون اوکی آقا مگه اوکیش رو شما باید بدی این کارها اصلا مال استاد پازوکیه اصلا من متوجه این قضیه نمیشم چرا اینقدر این مسئله سنگین و سقیله برای کسانی که امروزه دارن میرن روی استیج و شاید شاید بنده نمیخوام به آقای راقب توهین بکنم شاید چیزی از خودشون نداشته باشم و مجبورن چنگ بزنن به خاطرات گذشته وقتی میخوایم این کار رو بکنیم من علی حسین پور به عنوان یک خواننده نابود وقتی میخوام یک خواننده ای که هیچی برای ارائه نداره وقتی میخوام همچین کاری رو بکنم باید از صاحب اثر که میشود خالق اثر آقای گلپایگانی تنها یک اجرا کننده بوده فرض رو برای میگیریم که فرانسه است جناب آقای گلپایگانی بعد شما برید پیش مرحوم ملک بگید که جناب اصلالله ملک شما که توی منطور تو آسان نیاوردم به دست ساز زدید اجازه هست من بیام این کار رو بخونم اصلا یک چیز عجیبیه من الان کاری به هیچ کس ندارم صرفا دارم با مخاطب صحبت میکنم خواننده تنها یک ساز محسوب میشه توی یک کار این هنجره مثل یک ساز میمونه حالا با تمرین های بیشتر با نگهداری های بیشتر از هنجره شما تبدیل میشی به یک خاننده و میای یک اثر رو اجرا میکنی اما صاحب اثر نمیشی صرف این که یک اثر رو اجرا کردی اینو من نمیدونم ما ایرانی کی میخوایم متوجش بشیم شما اگر میخواین اجازه بگیرید از آقای گلپا برین کارهایی که توی گلها خوندن اجرا کردن و آوازهایی که اجرا کردن رو برید اجرا بکنین من یادم مست مستم مصنوی شور بود برید اون رو اجرا بکنید یا یه کاری بود که توی مغلوب سگاه شروع میشد چه غمز بی برید اونو اجرا بکنید یا برید اجازه بگیرید برای اجرای کاری که از روی شعرت آوازی که روی شعرت مرحوم اوستا اجرا کرد در کنار استاد فرهنگ شریف نهرت و گفتی, گفتی. با من بگو تا کیستی مهری بگو ماهی بگو خوابی خیالی چیستی اشکی بگو آهی بگو اصلا نگاه کن چی کار میکنه شما برو این کارا رو اجرا کن برو اجازه اینا رو بگیر تا استاد بهتون اجازه بده اگر خیلی آواز خانید جناب آقای راقب این کارها رو اجرا بکنید تا همه ایران کلاه از سر برای شما بردارن بریم بریم سراغ مصاحبه بعدی ببینیم که چه برامون انتخاب کردن کی شد که اولین بار دیدی صدای دلنشینی داری شروع کردی خوندن یعنی به صورت حرفه‌ای حالا هم نه من دلنشین جوری... که چه کنم واقعا صدای دلنشین شاید به صداهای مخملی نرم و تحریرهای اونجوری و اینا میگن بیشتر ایرونی من نه نرم صدام و نه تحریر اونجوری ململی و بولی, بولی و اینا ولی اینجوری شده برای من که فکر میکنم اصلا این صدای اینجوری و صدای اونجوری مطرح نیست اجرا کننده باید مسئله رو درست اجرا کنه دیگه فرق نمیکنه صدایش چجوریه تحریر میده نمیده باریکل باریکل آدم با سواد یعنی سواد یعنی این یعنی این که شما بدونی از گستره صدات به عنوان یک خواننده از حجم صدات گستره صدات توانایی صدات چقدر استفاده بکنی و از اون مهمتر اینکه آهنگساز شما این آگاهی رو داشته باشه که گسترش صدای شما در واقع اینکه شما چه نوت هایی از چه رجیسترهایی رو میتونید اجرا بکنید اون میشه آهنگسازی که مناسب شماست و قابلیت این رو داره که برای شما آهنگسازی بکنه اون آدم میفهمه که شما از یک جایی رو بالاتر نمیتونید بخونید از یک جایی صداتون پایین تر خراب میشه و توی این محدوده برای شما آهنگسازی میکنه این یعنی سواد به داد زدن بیخود نیست عزیزان خوانندگی به فریادهای گوشخراش نیست که ما بتونیم داد بزنیم یک ساعت ویبره بزنیم اصلا این خبران نیست ویبره زدن و دادهای بی اساس دلیل بر خواننده خوب بودن نیست عزیزان باید ببینید توی چه محدودی میتونید شما بهتر اجرا بکنید بریم ببینیم که توی مصاحبه بعدیمون چی داریم خواننده جز هنرمندان نیست تا موقعی که بره دوره آواز ببینه وگرنه با استعداد داره از خانوادهش از اجدادش یه چیزی بهش به ارث رسیده اون هنرمند نیست هنرمند باید بره هنر رو بیاموزه نه بهش بدن هدیه نیست هنر هدیه نیست هنر دنبال رفتن و آموزشه زحمت این خوانندههای ما من دارم بدون تعارف میگم متاسفم که از نامبر وانشون تا آخریشون همهشون از استعداد و از اجرادشون هدیه گرفتم مبارکشون باشه خود من عاشقشونم ولی جز هنرمندان به نمیتونم. همین ساده ایشون. از اولی تا آخرشون جوون های امروزی میان توی کامنت ها می نویسن تا فردا حق حق پلاس پلاس می زنن دقیقا همینه متاسفانه متاسفانه در فرهنگ و جامعه خاننده سالار ما یک نفر صرف خاطر اینکه با آهنگساز خوبی کار کرده با تران سرای خوبی کار کرده آهنگهای های ماندگاری رو اجرا کرده و البته یک توانایی داشته برای اجرا تبدیل به استورهی میشه که هیچ نقدی بهش وارد نیست این آقا جناب آقای شهبال شپره لیسانس موسیقی من فکر میکنم تا جا جایی که من حضور ذهن دارم آدم های تحصیل کرده موسیقی ما قبل از انقلاب قبل از انقلاب یارو صحبت بکنیم واروژان بوده روح شاد استاد محمد شمس بوده محمد اوشال بوده که روح شاد باشه سیاوش قمیشی بوده و همین شهبال شپره نا کسایی هن که تحصیل کرده یه موسیقی هن. اما الان صحبت ما نه ساز نه تنظیم کننده است نه ترانه خاننده است یک نفر از خواننده های ما از درجه یک یک بگیرید تا پایین ترین هیچ کدوم سواد موسیقی سواد موسیقی تحصیلات موسیقی ندارن به قول شهرام شپره یک ساز نمیتونن بزنن نوت رو اگر بهشون بگی ببینید من هم نوت رو نمیشناسم ها ولی لازمه کار من شناخت نوت نیست نوت شناسی نیست اما لازمه کار یک خواننده دانش شناخت نوت اینکه باید ساز رو بشناسه خیلی از خوان ببینید اصلا شماره یک و شماره ده هم نداره خیلی هاشون هستن فرق ریتم و متر و تمپو رو با هم دیگه نمیدونن و متاسفانه اینها تبدیل میشن به یک سری استوره استوره هایی که هیچ پشتوانه درشون نیست متاسفانه تنها یک توانایی یک استعدادی داشتن پرورش دادن این استعداد رو و تبدیل به توانایی ش و برخیشون هم این استعداد رو پرورش دادن خیلیاشون نه با همون استعداد اومدن جلو توی دوره ای هم که ما شاید اصلا چیزی حالیمون نمیشد تبدیل شدن به یک سری خواننده و الان بخشی از خاطرات وگرنه توانایی که ما فکر میکردیم دارن الان که یک ذره عقلمون میرسه میفهمیم اونا هم ندارن همون توانایی هم که فکر میکردیم ندارن شما هم حتما نظراتتون رو بنویسین در این رابطه همه رو میخونیم و تا جایی که بشه پاسخ میدیم ارادتمندم اول پول دوم سلامتی سوم آبرو واسهتون آرزو میکنم تا یه قسمت دیگه در رسانه موزیکلند خدا نگهدار